سلام به روی ماهتون. امروز با هم میخواییم بالش هایی که مخصوص کمربند ایمنی ماشین هست رو یاد بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. خب ابعاد پارچه‌ای که برای این کار احتیاج داریم 67 در 22 سانتی متر هست. یه دونه برای روی کار و اون سفید هم برای آستر هست. 67 در 13 سانتی برای اون قسمتی که زیپ میخوره و اینم برای بندا هستش که 20 در 12 سانتی متر هست. از این چسبای کفش چسبای پارچه‌ای هستش. سه تا میخوایم 12 سانتی متر. زیگه زیپ 43 سانتی متری هم میخوام، یعنی زیپا که 50 سانته ولی ما 43 سانت از این قابل استفاده هستش. علامت زدم با مداد روی زیپمون. خب ما ابتدا بالش تک میخوام. این سفید پارچه سفید بالش تک داخل کاورش هست که ما این رو مواد پر میکنیم، الیاف پر میکنیم. این قسمت پارچه رو، پارچه این که برای بدنی اصلی یا کاور روی اون بالش هست، من این قسمت رو زیپ میدم، یعنی قسمت 67 در 13 سانت رو. نگاه کنین، زیپ هم رو میذارم روی پارچه، روی قسمت دولای دوتاش که دولای بازه. علامت میزنم 43 سانت از این رو، این قسمت رو روی پارچه علامت میزنم، اون سر زیپ رو هم علامت میزنم. من کل کارم رو زیر چرخ میبرم و میدوزم. این قسمت ها رو دوباره میدوزم که دوختم مشخص بشه. خب اینو میذاریم کنار. حالا میریم بالش تک رو میدوزیم. بالش تکمون رو دور تا دارش رو به اضافه یه قسمتش رو باز میذاریم، چرخ میکنیم بقیهش رو. اینم قسمت زیپمونه. الان من سر تا سر زیپ پارچه ای که قرار زیپ بخوره رو دوختم. خب حالا نگاه کنی، دو تا علامت زدم با چرخم، رفت و برگشت زدم که مشخص باشه. پارچه رو باز میکنم، درزم رو هم باز میکنم، این قسمت پشت پارچه‌م دیگه. بالش تک من برمیگردونم همزمان با هم این دو تا کارو انجام میدم. بالش تک رو من به این صورت برمیگردونم، میذارمش کنار. خب حالا زیپ رو انجامش میدیم. این قسمت رو، زیپمون رو، زیپ 50 سانت رو میذاریم روی این درز. از اون 43 سانتی متری که 43 سانتی متری که من اندازه زدم روی پارچه علامت میزنم. درزا رو من زدم دیگه، اون دوتا تیکه رو مشخص کردم. خب ابتدا و انتهای اندازه زیپم روی اون دوتا تیکه میذارم، قرار میدم و برای این که بخوام دور تا دورش رو بدوزم از یه ترفند استفاده میکنم. میام از چسب کاغذی تیکای کوچیک میبرم و روی زیپم قرار میدم و پارچم، اون دندونه های زیپم دقیقا روی درزم قرار میگیره. به این صورت نگاه کنید، به این شکل. الان من چسبم رو هم زدم روی پارچم و حالا دور تا دور کارم رو شروع میکنم به دوخت. از پایه زیپ دوزی استفاده میکنم. شما میتونید پایه های ساده تونم استفاده بکنید. زیپمونم زیپ ساده هستش. خب الان میبرم زیر چرخ و دور تا دور کارم رو دوخت میرم به این صورت. بعد از این کار هم من چسب ها رو باز میکنم از روی پارچم. این انتهای زیپم هست. خب حالا برمیگردونم، شروع میکنم ادامه زیپم رو دوختن. خب الان یه قسمتی از بالای اون سر زیپ میرم بالاتر، حلوش مثلا نیم سانت تا یک سانت و دوخت میرم دور تا دورش رو. حالا شروع میکنم چسبا رو باز کردم. ببینید دوخت من این شکلی شد. حالا چسبا رو باز میکنم. چسبا از روی پارچه خوب برداشته میشه، فقط قسمت هایی که روی زیپه یه خورده سخته، با بشکاف یا قیچی میتونید اینو انجامش بدید. خب بقیه رو من به همین صورت باز میکنم. چسبا رو از روی پارچم، زیپم رو الان دوختم. خب الان ما این درز داریم دیگه، ما این درز رو به وسیله بشکاف باز میکنیم.
و در انتها هم اون خورده نخا رو از روش جمع میکنیم. این یه ترفند خیلی راحت هست برای کسانی که مبتدی هستند و بخوان حالا زیپ بدوزن. برای حرفه‌ای هم درسته که راحته، ولی خب این هم یه جور بی درد سر و سریع به نتیجه میرسه. حتما از این روش استفاده کنید. برای بندای این بالشت میایم بند رو روی هم قرار میدیم، 1 سانتی میدوزیم و این چسب هم که قراره رو بندا قرار بگیره. خب بندا رو من میبرم زیر چرخ، 1 سانتی در زیرش رو میدوزم. درز رو دوختم من به این صورت. حالا از وسط بازش میکنم، درز رو میارم وسط، یه اتو حسابی بهش میزنم و از 1 سانتی از لبه پایینش رو فرق نمیکنه یه طرفش رو چرخ میکنم و به این صورت این نوارم رو یا این بندم به سمت رو به این شکل اینطوری اتو میزنم همه رو دونه دونه و به اینا چسب قراره، هم چسبای پارچه‌ای قراره که دوخته بشه. خب این از زیپمه، الان من روی کارم هست و حالا این بندها رو، بندینک ها رو میخوام قرار بدم. میام از ابتدای کارم 8 سانتی میام داخل، از انتهای کارم هم 8 سانتی. بین این دوتا 8 سانتی رو علامت میزنم، هر چقدر شد نصفش میکنم. برای قسمت روبرو هم همین کار انجام میدم. حالا بندها رو از 8 سانتی رد میکنم، اولین بندم رو قرار میدم. قسمت هایی رو که درز خورده به سمت داخل کارم هست. نگاه کنید قسمت دیگه درز نخورده روی کارم قرار میگیره. انتهای زیپم هم خب چون به دردم نمیخوره قیچی میکنم، این ور هم این بند رو نصبش میکنم با سوزن. اینا رو فیکس میکنم روبروی هم قرار بگیره. این اندازه‌گیری رو سمت روبرو هم میزنم من. وقتی که روبروی هم قرار گرفت فیکس شد، روی کارم رو، اون قسمت دیگه کارم رو هم رو به روی هم قرار میدم و دور تا دورش رو میدوزم. وقتی که دوختم گوشه‌هاش هم چرت میزنم که بخوام حالت نوکتیز رو زیباتر بشه کارم موقع برگردوندن. این کارم رو از طریق زیپ باز میکنم، بازی 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 پم میکنم، اون سرزیپم هم میدم به سمت پایین که راحت تر باز بشه. آروم آروم بازش میکنم. وقتی که باز شد کارم رو به سمت رو برمیگردونم به این شکل، به این صورت. خب این یه وسیله خیلی کاربردی هستش، برای داخل ماشین میتونید ازش استفاده بکنید، موقعی که حالا بخواید استراحت بکنید تو مسافت‌های طولانی خیلی به کار میاد، مخصوصا برای بچه‌ها. بالشتکم به وسیله الیاف داخلش رو پر میکنم به این صورت کامل و درز رو هم پس دوز میکنم در انتها. چسب رو هم حالا قراره چرخ بکنم، چسب رو 2 سانتی از لبه پایین این بند میام پایین و کارم رو چرخ میکنم با سوزن تهگرد فیکسش میکنم. این قسمت هم به این صورت، نگاه کنید به این صورت. من حالا یه دونش رو براتون چرخ میکنم که ببینید به این صورت. از نخ هم رنگ چسبتون بتون استفاده کنید. حالا من اینجا نخ غیر، حالا این که سفیده، ولی کلن از نخهای متضاد استفاده کردم که مشخص بشه. خب کارم آماده است.